امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. با ایدی امسال آیا میشه سیستم گیمینگ بست؟ و خب اونجوری که من خودم آنالیز کردم، ایدی که تقریبا قرار امسال بگیرم بین فکر کنم 3 تا 5 میلیون تومنه. و خب سیستمی که میتونی تو بازی 3 تا 5 میلیون ببندیم فقط اینه. مینی کیس HP که خوراک گیمینگ شدنه. من واقعا هیچ وقت با این سیستما کار نکردم و نکته خیلی عجیبی که این سیستما دارن اینه که قیمتشون به طرز باور نکردنی پایینه. مثلا این سیستم که CPU 3470 و همینطور 16 گیگم رم داره قیمتش فکر کنم 3 یا 3100 و همینطور اگه یه سرم به اینترنت بزنید مثلا میتونید توی دیوار یه همچین مینی کیس HP رو پیدا کنید که با CPU 4570 داره با 200 تومن گرونتر از این کیس فروخته میشه. البته خب رمش هم 4 گیگه ولی خب بازم میتونید با یه هزینه 500 تومانی مثلا یه رم 8 DDR3 دیگه روش بندازید که مثلا رمتون بشه 12. و خب امروز میخوام اینو بررسی کنم که آیا میشه این 580 رو توی این سیستم فرو کرد و یه سیستم گیمینگ فوق اقتصادی به وجود آورد. هشدار اسپویل، بله. ولی نکته ای که تو این سیستم فهمیدم اینه که این اصلا 24 پین نداره. و خب یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اگه تعداد سیمایی که تو این هست رو ما بکنیم کلا تمام سیمایی که از این پاور میاد بیرون همین 3 تا دونه است. همینطور جدا از نداشتن 24 پین این پاور حتی یه 8 پین یا 6 پین هم نداره که یه کارت گرافیک 6 پین یا 8 پین خوردار روشن کنیم، ولی به احتمال 99% خیلی از کارت گرافیکایی که 8 پین یا 6 پین اصلا نمیخورن مثل 950 یا یه سری از 1050 یا حتی 1650 به احتمال خیلی زیاد روی اینا روشن میشه. و یه نکته بدتری هم که این قاب کیس در واقع داره اینه که بلندی کارت گرافیکش برای کارتای فقط لو پروفایل گذاشته شده و خب ما 580 لو پروفایل فکر کنم نداریم. ولی خب با سه روش میتونید این مشکل رو حل کنید. روش اول اینه که میتونید مادربرد و قطعات داخلی اینو کلا بکنید و خارج از کیس این کارت گرافیک رو روش وصل کنید و ازش استفاده کنید. البته اگه یکم باهوش باشید میتونید از سری کیسای مجانی لیانلی، گرین یا حتی MSI استفاده کنید. این خوشگله حتی توش سرور هم جا میشه. البته ممکنه یه ذره درش اذیتتون کنه ولی کلا اوکی. فقط یه نکته خیلی مهمی رو بعد همین الان بگم، الان اینو درآوردم. داستان اینه که اولا این فن برای اینکه به این هیتسینک نخوره یه کاغذی چیزی باید بذارید زیر این قسمت پلاستیک که یک کوچولو این کارت گرافیک از این فاصله پیدا کنه تا این فن راحت بچرخه. و دومی مشکل هم اینه که اگه این کارت گرافیک خود در بیاریم این هیتسینک در واقع اصلا روی این مادربرد نمیچسبه چون اون فنه دقیقاً رو خود قاب کیس وصل میشد. روش دومم اینه که این قسمت کلن کیس رو بکنید. و روش آخرم اینه، استفاده از رایزر. همینطور آخرین مشکلم که باید باش دست پنجه نرم کنید اینه که خب این کارت گرافیک 8 پین لازم داره چون 580 و خب ما اینجا تو این پاور اصلا 8 پینی نداریم و خب مشکل قراره با این کوچولو حل بشه. اینی که دارید میبینید در واقع پاور 12 ولت ماینریه. دلیل اینم که باید از این استفاده کنید به خاطر اینه که قیمتش دقیقاً مثل همین به طرز باور نکردنی پایینه. میتونید ببینید که این پاور بیت مین که فکر کنم دو تایی هم داره فروش میره، آره دو عدد پاور بیت مینه، 1600 وات، قیمتش 300000 تومانه. اگه در آینده نزدیک کارت گرافیک استوکتون که زیر یه همچین پاوری داشته کار میکرده سوخت، مطمئن باشید به خاطر ریپلای خیلی بالایی که این پاورا داشتن. ولی خب واقعیت اینه که خیلی ها چندین سال با این پاورا کارت گرافیک روشن کردن و روش ماین کردن و اتفاق خاصی فعلا براشون نیفتاده. البته این نکته خیلی مهمه بگم که من اصلا دارم پیشنهاد نمیکنم که برای روشن کردن کارت گرافیکتون هر چقدرم که ارزون باشه برید سراغ این آشغال و برای روشن کردن استاندارد یه همچین گرافیکی باید حداقل مثلا یه پاور 350 یا 400 وات دست دویی که 8 پین بخوره بخرید. همینطور از نکات مثبت این کیس اینه که 4 تا USB 3 داره که 4 تا ازش حتی تو مادربردهای مید رنج الان هم گاهی پیدا نمیشه. در ادامه هم پاور خودش 240 وات، 4 تا رم 1600 DDR3 داره که متاسفانه یکیش به دلیل نامشخص کار نمیکنه، سر آخرم دیوید رایتر و هارد 500 7200 داره. حالا قبل از اینکه سالا رو توش وصل کنیم یه دور میخوام دیفا ازش تصویر بگیرم که ببینم اصلا سالمه و خب کیس رو بر میگردونم دکمش کو اینا و خب فکر کنم دکمه پشتش رو نزدن. این اصلا یه سره است، دکمه نداره. و بعد از تعمیرات تخصصی متوجه شدم او از کابل برقش بود. پس سریع رفتم کابل برق رو تعویض کردم و دارید میبینید که 220 ولت این دفعه داره میده و این یعنی اگه کابلش رو وصل کنیم دکمه رو بزنیم Yes baby. خب بالاخره روشن شد. اول بریم یه سر به بایوس بزنیم که متوجه شدم چیز به درد بخوری توش نیست. البته خب بایوس این سیستم اصلا به دردم نمیخوره. چی رو میخواین تغییر بدین؟ ولتاژو؟ به نظرم بهترین خاصیت بایوسش خاصیت اورگ شدنشه.
بگذاریم. نکته خیلی امیدوار کننده بعد از روشن کردن اینه که بدون هیچ کارت گرافیکی ماینکرافت جاوا رو با 80 لود تقریبا با 30 فریم بالا میاره که فکر کنم برای ماینکرافت بازا قابل قبول باشه، ولی خب باید کارت گرافیکو بهش وصل کنیم تا کامل راه بیفته. اول با 10C شروع میکنیم که ببینیم اوکی یا نه. همونجوری که میبینید رایزر وصل شده و کارت هم کاملا تو شرایط عادی قرار داره، زیاد نگرانش نباشید. الان اول باید یه SSD بهش وصل کنیم که سرعت بوت شدنش زیادتر بشه و همینطور 580 رو وصل کنیم که پروژه کامل بشه. یه دور میخوام کامل توضیح بدم که فرایندش چجوریه. یه پاور دیگر رو به برق میزنید و تنها کابلی که ازش وصل میکنید 8 پین گرافیکه. همینطور یه پنس یا یه تیک سیم رو تو سوراخ سوکت سیم سبز و مشکی فرو میکنید که هر بار دکمه پاور رو بزنید فرمان روشن شدنش وارد بشه، که میتونید ببینید تا زدم روشن شد. الان فقط کافی سیستم رو روشن کنیم که تصویر بالا بیاد و بوم، تصویر داریم. سر آخرم میبینید خیلی خوشگل همه چی اسمبل شده و بازی گاد آف وار هم داره روش پلی میشه. و خب اگه بخوایم روی چند تا بازی هم تستش کنیم که ببینیم شرایطش چطوره، مثلا توی سایبرپانک با تنظیمات لو بدون FSR توی گیم پلی واقعی 60 فریمو خوب نمیتونه بگیره، ولی 40-50 رو راحت داره میده و یعنی از PS4 که الان قیمت استوکش خیلی از این بیشتره بهتره. البته خب یکم انگار مایکرو استاتر اینا داره، ولی خب توی گاد آف وار 4 با تکسچر اولترا چون کارت اون 8 گیگه و همینطور تنظیمات اورجینال نرمه و 3540 رو داره میگیره. نمیخوام بگم همه بازی ها رو همینجوری درو میکنه، چون توی جدید تراش مثل هاگوارز مطمئنم براتون مشکلاتی پیش میاد، ولی توی بازی های مخصوصا 2-3 سال به پیش نسبت به هزینه‌ای که میکنید واقعا چیز قابل قبولی بهتون میده. پس آیا این سیستممون گیمینگ میشه؟ بله. ولی آیا ارزش خرید داره؟ باید بگم شما حداقل 3 میلیون و 100 پول خودشو باید بدین. 2 میلیون 650 ارزون ترین آریکس 580 که من داخل دیوار تقریبا پیدا کردم و همینطور 450 تا 600 تومن هم باید پول پاور بدین. همینطور سر آخر هم میتونید مثلا یه همچین SSD 128 گیگ رو به قیمت 550 هزار تومن بخرید که جمع خریدتون هم میکنه 6 میلیون و 900. و اگر بخوایم بدونید که قیمت جدا جدا جمع کردن این سیستم چقدر در میاد، مثلا میتونید این i5 3470 810 تومن بخرید. همینطور به یه H61 MAE هم نیاز دارید که پایین ترین قیمتشو باز پارسیان گوشته 1,320,000. همینطور یه فن ساده اینتل هم میخواین که اینا مثل سگ صدا میدن ولی خب قیمتشون پایینه، تقریبا 200 تومن. همینطور یه هارد 507,200 سیگیت هم داره که قیمتش حدود 400-500 تومنه. شانس بیارید استوک باشه، ریفر نباشه. همینطور 4 تا رم 4 یا 2 تا 8 لازم دارید که مثل این بشه 16,450 تقریبا و 2 تاش میشه 900. یه DVD رایتر هم میخواین قیمت حدود 200 تومنه. همینطور یه پاور هم میخواین حداقل 300-350 یا 400 وات که این یارو اینو گذاشته 400 تومن و محافظه با کاغذ آچار هم میکنه. و یه قاب کیس آشغال هم میخواین 300 تومن. باید بهتون بگم حتی اگه بخواین از مبلغ ارسال هم چشم پوشی کنید باز 7,930,000 بعد پیاده بشید و این یعنی این سیستم در واقع ارزون ترین سیستم گیمینگ حال حاضر تو سال 2583 هستش. همینطور اگه بخواین 4570 به علاوه H81 بردارین 1,200,000 پول سی پی یوتون و 1,650,000 هم پول مادربردتون میشه و جمعاً 5,000,000 تا 5,250,000 بعد هزینه کنید، در صورتی که دقیقاً همین کیس دارم میدن 3,300,000 4,590 با 8 گیگرم و 1 ترابایت هارد و 3,850,000. ولی این نکته رو هم بگم که من اصلا دارم پیشنهاد نمی‌کنم برید همچین پروژه‌ای انجام بدین و یه همچین فرانکشتاینی به دست بیارید. و خب چیزایی که تو این ویدیو گفتم حتی تحت استاندارد خود منم نیست. این ویدیو در مورد اینه که واقعا با چقدر میشه پایین‌ترین سیستم گیمینگ بازار رو مثلا به صورت تئوری بس. همینطور این موضوع رو حتما باید بگم که اولا خیلی از این کیسا به خاطر آناتومیشون توشون کارت گرافیکا به راحتی جانی میشه یا اصلا جانی میشه. پس قبل از اینکه بخواید بخرید که گفتم لطفاً کارای این ویدیو رو کپی پیست نکنید، این ویدیو جنبه علمی تخیلی داره، حواستون به جا شدن کارت گرافیک باشه. همینطور خیلی وقتا خیلی از سایت ها میان قیمت خیلی از قطعه ها رو پایین میدن و حتما قبل از اینکه یکی از این دو روش رو انتخاب کنید قیمت اینا رو یه جمع و تفریقی بزنید که ببینید واقعا ارزشش رو داره. حالا میرسیم به ایده های کارمندی و کارگری. اولین چیزم اینه که بدونیم واقعا مردم چقدر ایدی میگیرن. یه همچین عکسی رو پیدا کردم، نمیدونم اینا واقعا معتبرن یا نه، ولی خب اونجوری که اینجا نوشته کسی که حداقل یک سال سابقه کار داره بین 10 میلیون تا تقریبا 16 میلیون ایدی داره. وایسه ببینم، من اینجا 9 ماه کار کردم و بعد بین 7 میلیون تا 12 میلیون میگرفتم ولی فقط 3 میلیون گرفتم. البته خب شاید هم اشتباه باشه، نمیدونم.
من احساس میکنم ایده کارمندان و کارگرای غیر دولتی حداقل درسته. و خب الان باید بریم سراغ سیستمی که میشه با 15,924,000 تومان بست. و متاسفانه اینجا یه مشکلی وجود داره که اگه بخواین اون روش مینی کیس و فرانکشتاین کردنشو دوباره پیش بگیرید دیگه ارزش نداره. مثلا چرا باید شما یه سیستم نسل 8 رو که 8500 رو 9 میلیون براش پول بدین؟ یا مثلا با 8500 8 گیگرم و جی تی 710 2 گیگی که هیچ غلطی نمیشه باهاش کرد و باید تقریبا 11 میلیون پول بدین، در صورتی که میتونید با 3 میلیون پول گذاشتن روش یه سیستم با 1000F RX 580 و حتی قاب کیس RGB ببندید. تمام حرفم اینه که قیمت گذاریای قطعات تو ایران با اسمایی مثل نسل بالاتر یا گرافیک دار خیلی خیلی شدیداً افزایشی میشه و دیگه ارزش پیدا نمیکنه. و این یعنی پیشنهاد میکنم توی بازه 10 میلیون تا 15 میلیون به هیچ عنوان سراغ مینی کیس ها نرید، به هیچ عنوان به i7 های نسل قبل مثل نسل 9 یا نسل 8 به قبل فکر نکنید و اگه به اندازه کافی همین الان پول ندارید یه خورده وایسید، یه کوچولو دیگه روش بذارید، 1000F 580 و بقیه مخلفات رو ببندید. همین.